اومدی ماموریای زغالیمون چه تو حضور زیر دست گنده ها رو داشتیم، سردسته رو داشتیم، رونا رو گردنه و قلمابی ها و راسته های تنوری. این سری میخوام برات مرغ لونگی شکمبر که اصلا تو تهران پیدا نمی کنی و با همین تنور برات بپزم. اصلا جاویز این سری میخواد با شمالی بترکونه، تست کنه واقعا نداریم رو دست شمالی. این سری میخواییم با شمالی بترکونیم. تنور نمون زمانت جاویز داره، کلن امضای جاویز زمانت مرزوشه که هر کی ناراضی باشه از کیفیت غذا، عطر غذا، طعم غذا، هر چی جاویز همون لحظه براش مرضی میکنه. اینا همه شکم پر شده، همین متریالی که داخل شکمش هست برای خورشش هم استفاده میشه. بریم برای خورشش. یه گوجه نگی میزنیم برای دنگی چوچاق خالیباش. میدونی چیه؟ چیه؟ چوچاق خالیباش یه سبزیه معطر شمالیه که توی لونگی استفاده میشه، توی عطر و طعم لونگی خیلی تاثیر داره. اینم ربع انار و از گیل و آلوچه است که هر سه با هم مخلوط شده، مکمل مرغ شکمپور لونگی مونه. بریم برای ادویه. فلفل سیاه میریزیم به مقدار لازم، زردچوبه، نمک، پاپریکا، فلفل قرمز. میریم برای سرخ کردن مواد. مواد تو سرخ کردیم، میریم سراغ رب محلیمون. همین متریال داخل شکم لونگی همون میریزیم. لونگیمون یه همچین گردوهایی هم باید توش بره. گردوهای نخودی شده، نگین شده، هم چرخ کرده میزنیم که چرخ کردهش اینجا آماده هست برای لعاب دادنش، هم نخودی داره برای مزه لونگی. بریم تو تنور. این چیه دیگه؟ روز شمالی همون تموم نشده. اینجا جوجه ترش و کباب ترش هم به منوی جاویز اضافه کردیم که واقعا همچین کباب ترش جوجه ترشی هیچ جای تهران نمیتونی پیدا کنی. اینا آبنار جنگلیه که جوجه ترش و گوشتمون داخل 6 ساعت میمونه، هم برای رنگ گرفتن هم برای مزه گرفتن. بریم. اون رب خوشمزه رو توی جوجه ترش و کباب ترشمون هم داریم. یه برد بدنش. جوجه ترشمون هم برد میدیم، میره دوباره 6 ساعت برای استراحت. اینم از لونگی شما.